سلام دوستان، اسم من علیه، منو به داریکتون میشناسین. امیدوارم هر جا که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. امروز اومدیم در مورد یک نرم افزاری صحبت بکنیم که شما توش قابلیت اینو دارین که صدای خواننده رو از صدای بقیه ادوات موسیقی در یک آهنگ جدا بکنین، اونو میوت یا ساکت بکنین، یا اینکه صدای بقیه ادوات موسیقی رو در آهنگ میوت یا ساکت بکنین و صدای خواننده رو حفظ بکنین، یعنی جدا سازی صدای خواننده از صدای بقیه ادوات موسیقی. خودم نفهمیدم دقیقاً چی گفتم، یک مثالی من انتخاب کردم، روی اون آهنگ کار کنیم و ببینیم که این به چه صورت کار میکنه. بریم ببینیم چه جوریه. خب نرم افزاری که در موردش صحبت میکردم نرم افزار RX 7 شرکت آیزوتوپ هستش. البته این ورژن استاندارد هست، ولی مطمئنم نرم افزارها یا پلاگین های دیگه ای هم بیرون هستن که خب خوبن و این کارو میشه انجام داد. خیلی راحت، فقط کافیه که فایل صوتیتون رو یا موزیکتون رو درگ اند دراپ کنین تو این قسمت. آهنگی که من انتخاب کردم از گروه چارتار هستش، آسمان هم زمین میخورد. من برای اینکه زیاد وقتتون رو نگیرم، فقط میخوام یه قسمت کوچیکی رو اینجا انتخاب بکنم، سلکت بکنم و روی این قسمت کار کنم. پلی بک این به این صورته، به صورت اوریجینالی. من هرچم با تو زیباترم، بر عاشقم تا آفرینی بگو تا بیدم. بسیار زیبا. خب همونجور که دیدین این آهنگ خب درامز داره، بیس داره و بقیه ادوات و همچنین صدای خواننده. خب برای اینکه ما صدای خواننده رو جدا بکنیم از بقیه ادوات موسیقی و بقیه بک‌گراندی که وجود داره، در این آپشن ها آپشن میوزیک ریبالانس رو انتخاب میکنیم. پنجره جدیدی براتون باز میشه که همونجور که میبینین تفکیک کرده صدای خواننده رو، بیس رو، پرکاشنز رو که فکر میکنم کیک هم جزوش باشه و بقیه ادوات موسیقی که در یک ترک وجود داره و شما میتونین اینا رو کم و زیاد بکنین. خب من اینجا به خاطر اینکه میخوام صدای خواننده رو جدا بکنم، بیس، پرکاشنز و بقیه ادوات رو میوت میکنم و فقط صدای خواننده رو میذارم. الگوریتم انتخاب کردم جوین چنل هستش. البته سه تا الگوریتم داره. به نظر من جوین چنل اثر زیادی رو صدا نمیذاره و ماهیت صدا رو تقریبا نگه میداره، ولی بهترین حالت اینه که با همش کار کنین، گوش کنین، پلی بک کنین و ببینین کدوم یکی دلخواه شما هستش. سنسیتیویتی یا همون حساسیت رو من اینجا 4 میذارم، میتونین عوض بکنین و ببینین کدوم بهتره. این قسمت رو رندر میکنیم. خب رندر انجام شد، ببینیم که چی شد دست پختمون. من هرچم با تو زیباترم، بر عاشقم تا آفرینی بگو تا بیدم. خب همونجور که شنیدید و دیدید صدای بک‌گراند نه کاملا ولی حدود 80 تا 85% هست شده و صدای خواننده کیفیت خودش رو همچنان حفظ کرده. بقیده من این سافر فوق‌العاده کار کرده، تا الان یکی از بهترین ها هست برای این کار و تفکیک صدا. نکته دیگه ای که وجود داره اینه که شما میتونین برعکس عمل کنین، یعنی اگه صدای خواننده رو نخواین و فقط صدای ریتم رو بخواین، بقیه ادوات و گروه ها رو بیارین بالانس یا همون صفر برسونین و صدای خواننده رو میوت بکنین. در این صورت صدای خواننده حذف میشه و بک‌گراند آهنگ برای شما پلی میشه. خب دوستان، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و یه چیزی یاد گرفته باشین. تا ویدیوی آموزشی بعدی، خداحافظ.